برای بحث و گفتگوی بیشتر درباره وضعیت افغانستان و تأثیر حمله های 11 سپتامبر بر این کشور، حشمت غنی فعال سیاسی و برادر رئیس جمهور پیشین افغانستان از کابل همراه ما هستند. آقای غنی، ابتدا به این موضوع بپردازیم که قبل از اینکه آمریکا به افغانستان حمله بکنه، ما شاهد سلطه طالبان بر افغانستان بودیم و حالا بعد از 20 سال بار دیگه شاهد سلطه این گروه بر افغانستان هستیم. بنابراین فهم کنید که آمریکا چه تغییری رو ایجاد کرد در افغانستان؟ با عرض سلام به شما و به بیننده محترمتان، تغییرات زیاد است. یک نسل دیگه جوان است که با کامپیوتر و با دنیا و با میدیا و با آزادی بیان و با بسیاری چیزایی که دنیای غربی هم امکان داره در بعض وقتا کمبودش حس کنه، برام به شکلی بسیار یک شبه داخل افغانستان شد و امو حالت است که پس تغییر دادن از این جوان ها و مفکوری از این را برگشتن به این که بیا یک نظام دیگر قبول کنه و همکاری کنه یک ذره زمان برخواد باشه. به جز حمله آمریکا به افغانستان، خود حادثه 11 سپتامبر فکر می‌کنید که چه تأثیری بر روی افغانستان داشت؟ ببینید، آمریکا بسیار عجولانه شروع به این کرد که به شهرهای افغانستان و حتما رهبرهای افغان هم این کار کردن، چرا فکر کردن هر دفعه که چون شهر افغانستان تغییر میکنه دیگه قریه و دهات افغانستان هم به مو مفکوره. ما هیچ وقت به 100 سال گذشته یا بیشتر کوشش نکردیم که شهر را به طرف دی ببریم، یعنی امکانات شهری را به دی و به قریه خود بدیم. به مو خاطر تقریبا دو مفکوره مختلف به این مملکت وجود داشته. اونایی که شهری بودن بسیار زود قبول میکنن و هر نوع تحول امرایش کنار میان و او قسمت اطراف افغانستان است که قریه و ده و اینا که او بمو شکل عنعنوی خود باقی میمانه و این دو هر دفعه که کلاش میکنه برای مملکت یا برای شهریش بیشتر دردسر ایجاد میکنه. ممنونم از توضیحاتتون. حشمت غنی فعال سیاسی و برادر رئیس جمهور پیشین افغانستان از کابل همراه ما بودید.